که افرادی باشند با اینکه تمکن دارن، تمکنشون در مثلا خرید خودروی 500 میلیون تومانی بروز میکنه یا در سفرهای مکرر خارجی بروز میکنه، بیش از 3 سفر به خارج از کشور غیر از سفرهای زیارتی در سال سفر داشتن در گذشته، منزلشون در یک شهرستانی در ایران مثلا بالغ بر 900 میلیون تومان 1 میلیارد تومان ارزش داره. چیزی گرونتر نشده ولی کرایه رو 3 برابر دادن. همیشه کرایه میدادم 50 تومان، امروز بانت 80 تومان گیر نیاوردم. من 900 کرایه دادم، قبلا 800 میدادم. میگم برای اینکه سوختگرون شد در تو که ایشون با گازوئیل میاره بارش. اصلا من قدرت اینو ندارم که مدیر بانک رو از شعبه بردارم، بعد بازنشستش بکنم، بعد بیارم جا مأمور کنم، بعد روابط بانکی براش برقرار کنم، بعد بهش نفت خام بدم. اگه این کسی کار انجام ده اسمش مدیر عامل بانک ملته. نه آیا هوا خیلی آلوده است، برای اینکه کم مشکل تنفسی هم دارم باید ماسک رو بزنم. به جای اینکه از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن، همه از ماشین شخصی خودشون استفاده میکنن. من خودم بچه‌م ناراحت قلبی داره، خودم دوست ندارم اصلا آلودگی پیش بیاد. همین تولید کننده فنس برقی و هوشمندی طراحی کرده که میتونه عبور غیر قانونی از مرزها رو خیلی سخت‌تر کنه. شوکدار بودنش باعث حالت ایجاد حالت بازدارندگیش میشه. وزارت‌خانه‌ها خونه‌های ناکار آمد و ضعیف خودشون رو باید نگهداری بکنن، کارگرای خودشون رو باید حقوق بدن، قراردادها نمیان به ما حقوق بدن. به نام خداوند کریم صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام، شب بخیر. دارایی حدود 1 میلیارد تومان ملاک تخصیص یارانه معیشتی، شفاف سازی درباره معیارهای مشمولان کمک هزینه معیشتی از زبان وزیر کار. خب قطعاً بررسی آزمون وسع بدون دسترسی به اطلاعات کامل مالی حتما با خطاهای مواجه هست. در مورد 60 میلیون که انجام شده که اصلا بدون دسترسی به اون اطلاعات انجام شده، اینا اونایی که آزمون وسع نشون داده که جزء طبقه کم درآمد متوسط نیستن، حال تقاضا دارن. همه اینها نمیتونیم بگیم جزء اونایی که واقعا محرومن در جامعه، نه جزء آدمای ثروتمند و مهاجر اند، هیچ کدوم اینا نیست. بخیر گفتن مثلا یک نفری که داره یک ملک با ارزش بیشتر از 1 میلیارد و 200 میلیون در تهران است، خب در تهران خیلی نقاط تمام قیمت ملک همین حدوداست. اونی که صاحب مسکن به آخر فرق داره با اونی که نیست. این به معنی است که ثروتمنده. قسمتو همه اونایی که ندارن فقیرن، چون ممکنه بعضی اصلا منزل نداشته باشن ولی درآمدهای دیگری داشته باشن. همونطوری که اونجا اشاره شد در گزارش های میدری به درجه سیما، ممکنه یک افرادی باشن با اینکه تمکن دارن، تمکنشون در مثلا خرید خودروی 500 میلیون تومانی بروز میکنه یا در سفرهای مکرر خارجی بروز میکنه، بیش از 3 سفر به خارج از کشور غیر از سفرهای زیارتی در سال سفر داشتن در گذشته، منزلشون در یک شهرستانی در ایران مثلا بالغ بر 900 میلیون تومان 1 میلیارد تومان ارزش داره. این ملاک‌های مختلفی که اونجا اشاره شد، هم شغل دارن، هم مسکن دارن، هم ماشین دارن، خودرو دارن. خب اینا نه اینکه خیلی پول دارن، ولی با اونایی که اینا رو ندارن فرق دارن دیگه، طبیعتاً اینجوریه. خب کل ملت ایران که اینجور نیستن، بالاخره همه ملت ایران یک توانایی‌های خودشون دارن. البته آقای شریعت‌مداری در حالی بررسی حساب‌های 60 میلیون دریافت کننده بسته معیشتی رو رد می‌کنه که دیروز معاونش گفته بود کسانی که نمی‌خوان حسابشون بررسی بشه از دریافت این کمک هزینه معیشتی انصراف بدن. اینجا من اعلام میکنم چه کسانی که این 60 میلیون رو گرفتن، چه افراد بعدی، اگر راضی نیستن که دولت به سیستم بانکیشون مراجعه بکنه، از گرفتن بسته معیشتی در ماه آینده انصراف بدن. واریز سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی از امروز. سخنگوی ستاد تنظیم بازار با اعلام این خبر گفته اتحادیه آژانس‌های تلفنی هم میتونن با مراجعه به سازمان‌های استانی صنعت و معدن و اتاق‌های اصناف فهرست خودروهای تحت پوشششون رو ارائه بدن تا وزارت کشور و وزارت نفت نسبت به واریز سهمیه سوختشون اقدام کنن. آقای کلامی از افزایش سهمیه پیک‌های موتوری به 25 لیتر هم خبر داد و گفته سهمیه اختصاصی 2 میلیون وانت بار هم به زودی واریز میشه. سخنگوی ستاد تنظیم بازار در ادامه با اشاره به اینکه گرونی گوجه فرنگی فصلی و موقتیه و اولویت هم با مصرف داخلی گفته در نشست امروز ستاد تنظیم بازار مقرر شد از اول دی ماه صادرات گوجه فرنگی همراه با پرداخت عوارض باشه.
وقتی نصف کالاهای پرمصرف بازار برای مشتری‌ها تاخچه بالا می‌ذارن. وزیر صنعت میگه از 100 قلم کالای پرمصرف که روزانه رصد میشه 52%شون در 9 روز گذشته افزایش قیمت داشته. آقای رحمانی گفته افزایش قیمت 23 قلم کالا 0 تا 1% بوده و بعضی کالاها هم 1 تا 5% رو قیمتاشون رفته. حبوبات و برنجندینا افزایش قیمت داشتیم. لبنیات هیچ تغییر نداشته تا الان. ثبات داره فعلا الان اگه گرون نکنن. پنیر و تخم مرغ و گوجه گرون شده. عمده فروشه هیچ کدوم گرون نکنن. خورده فروشه سطح شهر گرون میکنه خانم. هنوز که تغییرات نشه ولی یه سه جنسا داشته. کیلو 5-6 هزار تومان گرانتر شده. یعنی میدان دام 70 تومن بود الان شده 77 78. پرتقالی که الان تو ماشین ما داریم می‌خریدیم کیلو 2 تومن، کیلو 3300 هم می‌فروختیم. ولی امروز تو خود عمده فروشیش کیلو 3500. میگن کرایه بار زیاد شد، ما مجبوریم بکشیم رو وسایلامون. اما اون چیزی که از رصد بازار به دست میاد اینه که تغییر نرخ کرایه بخش حمل و نقل بار درون شهری دلیل افزایش قیمت برخی از کالاهاست. ربات کریم اسلام شهر همیشه کرایه میدادن 50 تومان، امروز بانت 80 تومان گیر نیاوردن. بار می اومده مثلا 20 کیلو یک روز می آورده 10 تومان میگرفته، الان که بنزین گیرون شده 25 تومان تا 30 تومان کرایه ها اضافه شده. این شب خیاش رو اومده برامون، من 900 کرایه دادم، قبلا 800 میدادم. میگم برای اینکه سوخت گرون شده در صورتی که ایشون با گازوئیل میاره بارش. چیزی گرون تر نشده ولی کرایه رو 3 برابر دادیم. به نظر میرسه برای همین بخش کرایه حمل و نقل بار درون شهری باید تدبیری صورت بگیره تا بهونه‌ای برای افزایش قیمت‌های خودسرانه نباشه. اما مدیر عامل تپسی که هفته گذشته توی مصاحبه گفته بود برای رفاه رانندگان و گران نشدن هزینه‌ها سهم کمیسیون شرکت رو از 15% به 10% کاهش داده. 15% کمیسیونی که دریافت می‌کنیم به 10% کاهش بدیم و ما با تفاوت 5% در واقع به رانندگان اختصاص پیدا بکنه. در پیامکی به رانندگان اعلام کرده که این کاهش میزان کمیسیون برای یک هفته است. تماس‌های مردمی هم از افزایش قیمت این شرکت‌های مسافربری اینترنتی حکایت داره. احیای پلیس قضایی در دستور کار دستگاه قضا. رئیس قوه قضایی که میزبان اعضای فراکسیون ولایه مجلس بود گفت پلیس قضایی میتونه بازو توانمندی برای پلیس و قوه قضایی باشه و خواستار احیای اون شد. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با قدردانی از هوشیاری و بصیرت مردم برای حضور در صحنه و دفاع از آرمان‌های انقلاب گفت حرکت پرمعنای مردم در دفع دشمن مسئولیت مسئولان رو سنگین‌تر کرده و حالا این مسئولانن که باید در راه رفع دغدغه‌های معیشتی مردم تلاش مضاعفی انجام بدن. رئیس دستگاه قضا البته مبارزه با فساد رو همچنان در اولویت دونست و گفت کاری که شروع شده به هیچ بهانه‌ای ناتمام رها نخواهد شد. اولویت هرگز با مسائلی که اتفاق افتاده به حاشیه نخواهد رفت. همچنان اولویت دستگاه قضایی موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است. نماینده ها هم در این دیدار از فرصت استفاده کردند و برخی دغدغه ها و پیشنهاداتشون رو با رئیس دستگاه قضا مطرح کردند. مردم انتظار دارن با تمام قوا با دانه درشت ها برخورد شود. تخلفات انتخاباتی رو هم دستور بدید موکول به بعد از انتخابات نکنن. مردم هم آقا مراجعه گاهی به ما میکنن، میگن این قاضی ها جلوشون که میشینی مثلا انگار یه پرکایی نشستی. قوه قضاییه در رده‌های میانی نیاز به خانه تکانی داره. میزبانی ایران برای کشتی فرنگی در دست انداز فدراسیون جهانی. رئیس کمیته ملی المپیک میگه تصمیم برای لغو میزبانی ایران در جام جهانی کشتی فرنگی تصمیم غیر منطقی، عجولانه، احساسی و تحت تاثیر تبلیغات غلط غربی ها بوده. آقای صالحی امیری گفته لالوویچ رئیس فدراسیون جهانی کشتی رو در جریان امنیت کامل ایران قرار دادیم و اعتراضمون رو به فدراسیون جهانی کشتی هم اعلام کردیم. حالا این سوال جدی مطرحه که چرا وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و دستگاه دیپلماسی این اقدامات رو قبل از تصمیم گیری فدراسیون جهانی کشتی انجام ندادن که بتونه مؤثر باشه و جلو لغو میزبانی رو هم بگیرن. دام کلاهبردارها بر سر راه فعالسازی رمز پویا. بانک مرکزی اعلام کرد فعالسازی رمز پویا در پایگاه اینترنتی این بانک انجام نمیشه. این بانک در اطلاعیه امروزش با جعلی دونستن درگاه اینترنتی رمز پویا دات کام به مشتریان شبکه بانکی توصیه کرده مراقب پیامک های جعلی و لینک های ارسال شده باشند.
رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا هم درباره فعالیت کلاهبرداران در فضای مجازی به بهانه فعال کردن رمز پویای بانک‌ها هشدار داد. در حال حاضر کلیه فرایند استفاده از رمزهای یک بار مصرف توسط گوشی‌های هوشمند و طریق نرم افزارهای تایید شده بانک‌ها انجام میشه و نیازی به مراجعه به هیچ وبسایتی نیست و هیچ وقت این اطلاع رسانی ها توسط سرشماره‌های شخصی و شماره‌های و سیم کارت شخصی انجام نمیشه. به این نکته توجه بکنید که اگر پیامکی حاوی لینکی که شما رو هدایت میکنه به سایتی برای ثبت نام در خصوص رمزهای یک بار مصرف به اون توجه نکنید و کل این فرایندها رو از طریق درگاه‌های رسمی بانک‌ها دنبال کنید. مطلعان در دادگاه متهمان پرونده بانکی در 12 جلسه محاکمه علی دیوانداری مدیر عامل سابق بانک ملت و پارسیان و سایر متهمان این پرونده دادگاه از چند مطلع از جمله آرام عضو هیئت مدیره قبلی شرکت داریس از زیر مجموعه های بانک ملت خواست تا برای ارائه توضیحات به عنوان مطلع در جایگاه قرار بگیره. مطلعی که توضیح داد چطور متهمان پرونده با هم در ارتباط بودند. مثلا ما می‌خواستیم یه جاره اجاره کنیم 15 میلیون تومانشون امضا کرده. افرادی مثل آقای بلاحتیان و مختاری توسط چه کسی برای همکاری به هیئت امنا داریس معرفی شدن؟ تمامشون عیناً آقای سعادتی و حالا من همه رو مطمئن نیستم، حالا بخش عمده شم خود آقای دیوانداری. آقای سعادتی رو بس شما معرفی نکردید؟ نخیر، اصلا من قدرت اینو ندارم که مدیر بانک رو از شعبه بردارم، بعد بازنشستش بکنم، بعد بیارم اینجا مأمور کنم، بعد روابط بانکی براش برقرار کنم، بعد بهش نفت خام بدم. این اگه این کسی کار انجام بده اسمش مدیر عامل بانک ملته، نه آقای آرام. نذارید من بگم شما با آقای سالمی چرا شما فالوده هاتون و شما آقای شیرزادی آقای کروش مهدیان قبل از اینکه شما بیاد بانک ملت با هم میخوردید. فقط من منتظر هوا آلوده تر میشه. سازمان هواشناسی دو روز آینده رو برای کلان شهرها و شهرهای صنعتی همراه با افزایش غلظت آلاینده ها پیش بینی کرده. با توجه به روند افزایش آلودگی هوا به سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی توصیه شده از ترددهای غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند. هوا خیلی آلوده است، برای اینکه کم مشکل تنفسی هم دارم باید ماسک رو بزنم. به جای اینکه از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن همه از ماشین شخصی خودشون استفاده میکنن. خودرو شما مدل چنده؟ 87. برای نوسازی اقدام کردی؟ بعد ثبت نام کردیم، متاسفانه هنوز خبری نیست. موتورتون مدل چنده؟ 84. خودم داره. من خودم بچه‌م ناراحت قلبی داره، خودم دوست ندارم اصلا آلودگی پیش بیاد. اتوبوس‌ها قبل از اینکه مسافرا رو سوار کنن و مسافرگیری کنن روشن هستن. مشاهده کن اینم روشنه. یعنی شاید تو این محدوده 7-8 تا اتوبوس ما از هم اتوبوس‌های قدیمی که نیاز به نوسازی دارن همه در کنار خیابون روشن بدون مسافر. همزمان با جاخوش کردن آینده ها در آسمان کلان شهرها، سازمان هواشناسی از ورود سامانه جدید بارشی از فردا شب خبر داده که از نوار غربی وارد کشور میشه. افتتاح 3 طرح بزرگ اقتصادی برای کمک به محرومیت زدایی. با بهره برداری از فاز 3 طرح توسعه مجتمع گلخانه‌ای 50 هکتاری شهرستان زرندیه به همت ستاد اجرایی فرمان امام، سطح زیرکشت گلخانه‌ای در این مجتمع 15 هکتار افزایش پیدا کرد و تولیدات صیفی و سبزی در این شهرستان با افزایش 30% به 4500 تن در سال رسید. صرفه‌جویی در مصرف آب و تولید محصولات ارگانیک با قابلیت صادرات از ویژگی‌های طرح. همزمان 2 طرح توانمندسازی اقتصادی بنیاد برکت هم به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری رسید. این طرح‌ها شامل شرکت زرین شیشه عراق و شرکت زغروی ایچرود آشتیان بود که به اشتغال زایی 690 نفر منجر شد. 30,000 طرح رو با 100,000 شغل رو هدف گیری کردیم. برای سال آینده هم 150,000 شغل رو در حقیقت هدف گیری کردیم با 50,000 طرح کوچک و خانگی و دانش بنیان.
واکنش ایران به کارشکنی دریایی آمریکا در 31 نشست دو سالانه مجمع عمومی، عالی‌ترین رکن سازمان جهانی دریانوردی که با حضور مقامات و هیئت‌های نمایندگی 174 کشور عضو این سازمان در لندن برگزار شد، مقامات ایرانی از کارشکنی دریایی آمریکا علیه ایران گفتند. یکی از اعضای سازمان بین‌المللی دریانوردی یعنی ایالات متحده آمریکا با اعمال تحریم‌های یک جانبه غیرقانونی محدودیت‌هایی رو بر علیه یک عضو دیگه این سازمان یعنی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده که این برخلاف کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی هست و از آیمو خواسته میشه که ترتیباتی رو اتخاذ بکنه که اجازه نده یک کشور عضو بتونه برای مقاصد سیاسی خودش سایر اعضا رو دچار محدودیت و تهدید بکنه و از حق طبیعی خودش محروم بکنه. تأمین امنیت آبهای خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز بایستی توسط کشورهای منطقه تأمین بشه و حضور ناوگان خارجی هیچ کمکی به ارتقای امنیت دریایی نخواهد کرد. عملیات بزرگ یگان موشکی و پهپادی یمن ضد متجاوزان. یمنی ها در عملیاتی غافلگیر کننده با 9 موشک بالستیک و بیش از 20 پهپاد اماکن و پایگاه های نظامی متجاوزان سعودی اماراتی رو در سواحل غربی این کشور هدف گرفتند. بیش از 350 نفر از نیروهای متجاوز سعودی اماراتی کشته و زخمی شدند. همچنین 5 انبار سلاح، خودروهای زرهی و تجهیزات نظامی به کلی منهدم شد. پاسخ رزمندگان یمنی به قدری کوبنده بود که متجاوزان سعودی اماراتی توان واکنش خود را از دست دادند. اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که فرماندهان ارشد نظامی متجاوزان در این عملیات به هلاکت رسیدند. یمنی ها این حملات رو پاسخی به نقض آتش بس و تجاوزات ائتلاف سعودی در هدیده و سواحل غربی یمن اعلام کردند. جولان هواپیمای ناشناس در آسمان واشنگتن کاخ سفید رو به تعطیلی کشوند. عصر امروز مقامات آمریکایی از نقض حریم هوایی واشنگتن و به پرواز در آمدن هواپیمای ناشناس و مشکوک در پایتخت آمریکا خبر دادند و اعلام کردند کاخ سفید بسته شده. گفته میشه در پی این ماجرا جنگنده‌های ارتش آمریکا برای مقابله با هواپیمای ناشناس اعزام شدند. طبق گزارش‌ها کنگره تخلیه شده و در کاخ سفید هم دستور منع تردد داده شده.